هستند این دفعه. بسم الله این دفعه نه. من شهرام امیری تبعه کشور عزیزم، ایران عزیز، وطن هستم و خیلی خوشحالم از این بابت. متاسفانه ویدئوی در مورد من منتشر شد که ویدئوی منسوب به من که بنده دانشمند هسته‌ای کشور عزیزم، وطن، ایران عزیز هستم و توسط نیروهای دوست و برادر امریکایی به سرقت رفتم. بنده اینجا عرض میکنم که اولا اصلا رشته تحصیلی من انرژی هسته‌ای نیست، هیچ علاقه‌ای بنده به دانش هسته‌ای ندارم و اصلا این ویدئوی قبلی من به این صورت بگم که همین که اون ویدئو از صدا سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، همون نشون دهنده اینه که دروغه. خب دروغ نیست. خیلی الان من خوشحالم و زندگی خوبی دارم و به همه سلام میرسونم و خدا حافظ شما. آقا اینو قرار شد من اینا رو گفتم، اینو عوض کن. بله، وقتی کاملا مطمئن شدیم که شهرام امیری به جمع ما خائنین به وطن پیوسته و کم کم برای خودش یک کردیت کارتی گرفته و شبا مکدونالدی برای خودش میخوره و کلی بدهی داره، کم کم بالا خواهد آورد و بهش میگن ایرانی خارج نشین و از پشت گوت نشستی لنگش کن و اینا، داشتیم کم کم باور میکردیم که آقای امیری داره میشه یکی از ماها. یه دفعه این ویدئو در صفحه فیسبوکمون پیدا شد. من شهرام امیری دانشمند اتمی و هسته‌ای هستم که به لطف خدا نیم ساعت پیش موفق شدم از زندان‌های مخوف امریکای جنایتکار به محل امنی که الان اینجا نشستم و هر لحظه امکان دستگیری من، چون اینجا خیلی امن میباشد، میباشم. و من در مورد ویدئوهای قبلی که از من منتشر شد، البته موقعی که ویدئوی اول مخصوصا از تلویزیون و صدا سیمای جمهوری اسلامی منتشر شد، من در زندان بودم، ولی نمیدونم چطوری شد که اون ویدئو رو دیدم. اون ویدئو کاملا درسته و ویدئوی دوم رو من تحت فشار و به زور ضبط کردم. من از اینجا اعلام میکنم، از نهادهای بین المللی خواهشمند میباشد که برای نجات من الان به اینجا مراجعه ننمایند، چون اینجا محل امن است و من خودم پیدا کردم. فقط به دولت امریکای جنایتکار فشار بیاورند که بتوانند زودتر من را به خانه ام که دلم برای مادرم خیلی تنگ شده است و توی زندان که من بودم این را اینجا دادم، خالکوبی کردند این شکلی اینجوری و میباشد. این چاقی های من که میبینید اینجوری گردیده است. من قبلا لاغر می بودم، لیکن در طول دوران بازداشت و شکنجه که شدم اینجوری شدم. خیلی ممنونم از شما. و ناگهان در یک روز گرم تابستانی، خبر اول تمام وبسایت های خبری دنیا به این تغییر یافت که شهرام امیری به دفتر حافظ منافع ایران در واشنگتن پناهنده شده و این ویدیو ازش پخش شد. این اینجوری شد که من اومدم برم مسجد النبی، این محل مبارک رو یک زیارتی بکنم، و چون آدم همیشه برای زیارت که میره این محلهای مبارک، این لپتاپش هم آدم با خودش میبره. اونجا ما اومدیم از عرض یه خیابونی رد شیم دو تا خیابون دقیقا بالاتر، به یه ماشینی وایساد گفت بفرما. گفتم نه شما بفرما، گفت این تن شما بفرما، که ما رفتیم و به محضی که من سوار شدم یک آمپول بیهوشی به این بنده زدن اینها که من از هوش فوری رفتم. من دیدم در یک هواپیمای بمب افکن غول‌آسای B-52 متعلق به نیروی هوایی امریکا، و من چشمانم بسته بود ندیدم. دقیقاً 8 نفر که اون دوتاشون تازم بودن جلوی من نشسته بودن، گفتن که شما اطلاعات هسته‌ای رو به ما بده. من گفتم که به هیچ عنوان من اطلاعات هسته‌ای رو به شما نمیدم، و گفتن که اگر شما به ما اطلاعات هسته‌ای رو، چون لپتاپ من دستم بود، ندی ما این کوهنوردا رو پاشو بریم. آقا بله، شهرام امیری هم اکنون در ایران به سر میبره و ظاهرا سریال اینترنتیش به پایان رسیده. ما هم مثل شما گیج ویج میزنیم، نمیدونیم واقعا داستان چیه. خدا وکیل نمیدونیم قصه چیه. باور کنین نمیدونیم داستان چیه. فقط اینو میدونیم که منشر متکی
وزیر امور خارجه ایران در جواب این سوال که آیا هنگام ورود به ایران مانند یک قهرمان از شهرام امیری استقبال می شود گفت باید اول ببینیم که در این دو سال چه گذشته و بعد ببینیم آیا او قهرمان است یا نه. امشب روی صندلی پارازیتی ما شهرام شیرباف نشسته. آقای شیرباف رو با گروه راک اوهام میشناسید. شهرام شیرباف نقش عمده‌ای در ترویج و معرفی موسیقی زیرزمینی ایران در سالهای اخیر داشته. پیش از گفتگو با ایشون قسمت‌هایی از درویش کار گروه اوهام. زنی ازش ما با تو نداری سخن خیر سلامت که من از جور و جفای تو بنالم بیداد لطیفان همه لطف است و کرامت درویش و کنباله به شمشیر احبا که این طایفه از پشت ستانن پشت ستانن. توی معرفی البته گفتم شیرباف ولی اشتباه کردم، فامیلی شما شهرام شیرباف هست. آقای شیرباف، شما که حافظ بلد نبودی بخونی چرا ورداشتی خوندی همه رم غلط غلط خوندی؟ اشتباهات دو دسته بودن، یه سری اشتباهات بودن که در واقع ناخواسته بودن، من نمیدونستم اون کلمه چیه یا بعد چه جوری خونده بشه، و یه سری هم بودن که به خاطر موزیک، به خاطر هماهنگ شدن با ریتم موزیک مجبور شدم که یه جای کلمه ها رو کش بدم یا حذف بکنم. متوجه هستم که شاید یه جایی صدمه زده باشه، ولی من چون در درجه اول موزیسین هستم خیلی بیشتر برام مهم بود که موزیک خوب صدا بده، حقیقتش شعره برام درجه دوم بود. شما زمانی که برای مجوز آلبوم نهال حیرت به ارشاد مراجعه کردید آیه شیرباف، هیچ وقت لگد به در ارشاد زدی؟ لگد به در ارشاد یعنی لگد به درب اتاقی منظورتونه دیگه؟ نه آره نه حقیقتش نه نه نه، ولی خب یعنی عصبانی نشدی ما... اونجا عصبانی نشدی و اینا؟ چرا عصبانی شدم؟ این اتفاقات میافتاد به خاطر اینکه گفتم رفتارشون خیلی تحقیرآمیز بود. مثلا یک جلسه بودش که جلسه در واقع تست وکال بودش، قرار بودش که من بخونم و یه سری آقایون تصمیم بگیرن که من باید خواننده بشم یا نشم، و یه اکیپی اونجا بودن، 7 نفر آدمای مختلف بودن، خیلی موزیسین های معروف توشون بودن، یه سری ریشو بودن، یه سری آدمای جور دیگه بودن، و واقعا رفتاری که با من کردن وحشتناک بود. حالا نمیخوام جزئیاتشو بگم، ولی رفتم نشستم که پشت پیانو ساز بزنم، یه پیانو درب و داغون بود، یه میکروفون هم گذاشتن و من شروع کردم موزیکم، شروع کردم به زدن که بخونم، و یکی یه داد کشید که آقا ساز نزن اینجا، اومدی واسه ما پیانو بزنی یا اینکه بخونی؟ گفتم خب چیکار کنم؟ گفتم بیا بخون. میکروفون آوردن گذاشتن وسط اون اتاق، اون سالن، گفتن اینجا وایس، شروع کن خوندن. منم شروع کردم خوندن اینکه از آهنگا رو، و وسطش دوباره یکی دیگه با حالت داد فریاد که آقا وقت ما رو نگیر، شما فکر میکنی خواننده ای، خواننده نیستی، شما در واقع دارین دکلمه میکنین، اسم این خوانندگی نیست. و منم خیلی عصبانی شدم، گفتم هر موزیکی که شما موزیکشو حذف کنین صدای خواننده‌اش بمونه خب دکلمه میشه دیگه. از این اتفاقات زیاد بود جر و بحث و این حرفا، ولی هیچ وقت لگد و مشت و اینا نرسید، حقیقتا ارزشش رو نداشت اصلا. چرا واقعا فکر میکنی اوهام هیچ وقت در ایران مجوز نگرفت وقتی محسن نامجو با اون همه شعرهای جنجالی که خوند و اینها مجوز گرفت؟ فردی مرکوری تو ایران مجوز گرفت شما نگرفتی، چرا؟ چیزه عجیب غریب تر از فردی مرکوری هم من دیدم که مجوز گرفت و اومده بیرون، اصلا چیزه خیلی عجیبی. ولی بخوام اینو بگم، ببینید 10 سال 11 سال پیش بود، فضا خیلی فرق داشت. اون موقع تازه یک موجی از موزیک پاپ شروع شده بودش، یه کسایی مثل حالا اسنابرم بهتره، خواننده‌ای که کپی خواننده‌ای در واقع لس آنجلسی بودن توی ایران، تازه این موج شروع شده بود دیگه. ماکسیموم روشن فکر بودن ارشاد این بود که به اون موزیکا مجوز بده. ما برایشون خیلی غیر متعارف بودیم، یعنی تو هیچ کدوم از اون دستبندی هاشون نمی گنجیدیم، و چیزی که بیشتر تحریکشون کرد این بودش که
ما دنبال موزیک زدن بودیم، اصلا دنبال چجوری بگم کل کل کردن و لج با کسی نبودیم.